آقای رئیس جمهور، گرانی های لحظه‌ای بیداد میکنه. سری به بازارها بزنید، از مرغ و تخم مرغ و مواد غذایی و مایحتاج روزانه گرفته تا خودرو و فولاد و مساله ساختمانی و لوازم خانگی. گرانی ها در ایران به جایی رسیده که لحظه مره قیمت اجناس تغییر میکند. از زمان شروع کار روحانی دلار 10 برابر گران شده است. گوشت، روغن، برنج، تخم مرغ، حبوبات، میوه و سبزی و همه چیز گران شده است. هر شانه تخم مرغ از 17000 به 38000 تومان رسیده است. برنج هندی 46% افزایش قیمت داشته است. قیمت مسکن در حالی 6 برابر شده است که مصالح ساختمانی تولید داخل است و کارگر ایرانی هم که جزو ارزان‌ترین کارگران در جهان است. در نتیجه این جهش قیمتی جز چپاول مردم هیچ دلیل دیگری ندارد. پراید که در کره جنوبی و حتی عراق اجازه تردد به خارج شهر ندارد، به قیمت سرسام‌آوری رسیده و ماشینی که برای کارخانه 38 میلیون تومان تمام می شود، به بیش از 160 میلیون تومان فروخته می شود. تهیه قوت لایمو تبدیل به آرزو شده. این در شرایطی است که به گزارش مرکز پژوهش مجلس رژیم، بحران کرونا 2.8 میلیون تا 6.4 میلیون شاغل را بیکار کرده است. وضعیت به جایی رسیده که هر روز شاهد صحنه‌های دردناکی هستیم که عده‌ای در سطح زباله‌ها دنبال غذا می‌گردند. اما این گرانی‌ها که نتیجه چپاولگری آخوندهاست، بغضی در گلوها فشرده می‌کند که به قول رسانه‌های رژیم، اکنون بستر برای شکل‌گیری شورش‌ها و اعتراضات به مراتب جدی‌تر از پاییز سال گذشته وجود دارد. کشور در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد.